26مین روز آبان ماه برابر با 17 نوامبر سال 1175 خورشیدی برابر با 1986 میلادی در گذشت کاترین کبیر ملکه روسیه. او در 15 سالگی با پتر سوم ازدواج کرد، اما پتر سوم پادشاه روسیه به او علاقه نداشت و او را در ملأ عام مورد اهانت قرار میداد. بنابراین کاترین با همدستی چند نفر از نزدیکانش، هنگامی که پتر سوم از شهر خارج شده بود، قدرت را به دست گرفته خود را امپراتوریس و ملکه روسیه خواند. کاترین در دوران سلطنت خود علارغم انجام برخی خدمات و اصلاحات در زندگی مردم فقیر و ستم دیده، رفاهی به وجود نیاورد و به همین دلیل در زمان او شورش‌های فراوانی برپا گردید. گفته شده است که در دوره سلطنت او که بیش از 3 دهه به طول انجامید، شیوه کشاورزی اصلاح شده و اصول بانکداری ترویج گردید. ارتش سازماندهی و تعدادی بیمارستان بنا شد و به طور کلی اقتصاد کشور رونقی نسبی گرفت. وی همچنین در تحکیم مسائل آموزش و فرهنگ روسیه تلاش نمود. کاترین در سیاست خارجی توسعه طلبی را دنبال می کرد و تا آنجا که می توانست برای این امر کوشید. کاترین 33 سال سلطنت کرد و سرانجام در 66 سالگی درگذشت. سال 1248 خورشیدی برابر با 1869 میلادی گشایش کانال سوئز در مصر و اتصال دریای سرخ و مدیترانه با اوجگیری رقابت‌های انگلستان و فرانسه در قرن 19 و تلاش هر کدام از آنها در برتری جویی نظامی تجاری، فرانسه به عنوان یک قدرت صنعتی نظامی در صدد برآمد تا ساخت این کانال را عملی سازد. طرح حفر کانال سوئز توسط یک مهندس فرانسوی به نام فردیناند دول تهیه شد و کار حفر آن آغاز گردید. رقابت آشکار فرانسه و انگلیس باعث شد که انگلستان از ارائه هر نوع کمک به فرانسه مضایقه نماید. بنابراین فرانسویان به طور مستقل اقدام به این کار نمودند و ظرف مدت 10 سال با هزینه‌ای بالغ بر 400 میلیون فرانک این پروژه را به اتمام رساندند. طول این کانال حدود 170 کیلومتر، عرض آن 60 متر و در قسمت‌های 22 متر عمق دارد که بعدها وسعت بیشتری یافت، به طوری که عرض آن به 200 متر رسید. کانال سرانجام طی تشریفاتی گسترده با حضور امپراتور فرانسه و عبور کشتی حامل وی افتتاح شد. سال 1347 خورشیدی برابر با 1968 میلادی در گذشت ابراهیم پور داوود، محقق و ایران شناس برجسته که در رشت به دنیا آمد و پس از آموختن دروس ابتدایی به تهران رفت و پس از فراگیری حکمت و طب قدیم برای ادامه تحصیل عازم بیروت و سپس فرانسه شد. پور داوود پس از اقامت کوتاهی که در ایران داشت، در آلمان مطالعات عمیق خود را درباره آیین، زبان و فرهنگ ایران باستان آغاز کرد و کتاب اوستا را محور اصلی پژوهش خود قرار داد. وی همچنین برای تکمیل مطالعات و پژوهش‌های ایران شناسی خود به هندوستان رفت و به تدریس در دانشگاه پرداخت و سرانجام در 83 سالگی درگذشت.